عدتكم ان تعرفوا طريق. در ویدیویی که در ماه ژوئن در رسانه‌های اجتماعی ظاهرا توسط ستیزه‌جویان دولت اسلامی قرار داده شده، مردی که خود را یک شهروند بریتانیا به نام ابو جوان الهندی معرفی می‌کند، با لهجه بریتانیایی از سایر مسلمانان می‌خواهد که برای جهاد به سوریه بروند. این پیام من به برادرانی است که در خانه هایشان ماندند. شما باید از خودتان بپرسید که چه چیزی شما را از آمدن به عرصه افتخار باز داشته است؟ چه چیزی مانع پیوستن شما به صفوف مجاهدین شده است؟ گردن زدن وحشتناک جیمز ولی، روزنامه‌نگار آمریکایی، به نظر می رسد توسط یک بریتانیایی عضو دولت اسلامی انجام شده. هانا استوارت، کارشناس ترور از مرکز هنری جکسون، یک گروه تحقیقاتی در بریتانیا، می گوید جنگجویان خارجی یک دارایی با ارزش برای دولت اسلامی به شمار می روند. اونا ممکنه بهترین جنگجویان نباشن، اما اونا بهترین افراد این گروه در جنگ اطلاعاتی هستند. شما می توانید اونا را مقابل دوربین قرار داده و به طور گسترده ای از میان مسلمان‌ها در غرب اروپا یارگیری کنید. بلال عبدالکریم، فیلمساز آمریکایی که مستندی از جنگجویان خارجی در سوریه ساخته، می گوید این که قاتل جیمز هولی با لهجه بریتانیایی صحبت می کند تصادفی نیست. هنگامی که بریتانیایی ها، اروپایی ها یا غربی ها در این گروه ظاهر می شوند، رهبران آنها مشتاقند که آنها را برای بازگو کردن روایتشان مقابل دوربین ببرند. این که چرا صدای یک بریتانیایی در این فیلم استفاده شد، برای این بود که آنها تأثیر این صدا را می دانستند. افضل اشرف از مؤسسه خدمات سلطنتی بریتانیا می گوید که دولت اسلامی پس از شناساندن خود به عنوان یک گروه شبه نظامی فعال در درگیری های محلی، در حال حاضر به دنبال به رسمیت شناخته شدن بین المللی است. آنچه آنها میخواهند گسترش ایدئولوژیشان هست. آنها میخواهند شناخته شوند. آنها پشتیبانی میخواهند. آنها خواهان شناخته شدن و حمایت از سراسر جهان به ویژه از کشورهای غربی هستند. این ویدیو که در ماه فوریه منتشر شده نشان میدهد که یک جنگجوی بریتانیایی در حلب یک حمله انتحاری انجام میدهد. رفیق حریص از بنیاد کویلیوم، یک گروه ضد افراطگرایی، میگوید که مقابله با ایدئولوژی های افراطی در بریتانیا کند بوده. لندن به طور تاریخی از چند دهه گذشته تا به حال آشکارا شاهد فعالیت گروه های ایدئولوژیک اسلامگرا مانند اخوان المسلمین بوده بدون به چالش کشیدن آن. مقامات در بریتانیا و آمریکا در حال تلاش برای شناسایی قاتل جیمز هولی هستند. پروفسور پیتر نیومن از مرکز بین‌المللی مطالعات افراطگرایی در کینگز کالج لندن میگوید که استفاده دولت اسلامی از فناوری آنلاین فرصتی برای شناسایی آنها توسط سرویس‌های امنیتی فراهم می‌کند. آنها با دیگر جنگجویان خارجی در توییتر، فیسبوک، واتساپ و در اسکایپ صحبت می‌کنند. البته سرویس‌های اطلاعاتی هم بر این گفتگوها نظارت دارند. مقامات بریتانیایی از جامعه مسلمانان بریتانیا خواستند تا برای شناسایی قاتل جیمز هولی به مقامات کمک کنند. آنها اذعان دارند که آوردن قاتل به پیشگاه عدالت بسیار دشوار خواهد بود.